سلام بر شما، به این صفحه دوی ویژه خوش آمدید. اعتراضات در لبنان و عراق هفته هاست که ادامه داشته و در ایران هم چند روزی است که آغاز شده. بعد از اوجگیری راهپیمایی های عراق، رهبر ایران آنها را آشوب ناشی از عمل سرویس های اطلاعاتی آمریکا با حمایت مالی عربستان توصیف کرد. آقای خامنه ای در آخرین اظهاراتش درباره اعتراضات ایران هم گفت کشورش دشمن را در عرصه جنگ نظامی، جنگ سیاسی و جنگ امنیتی عقب زده و اتفاقات چند روز اخیر را جنگ امنیتی توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که در جنگ اقتصادی هم پیروز شود. توصیف رهبر ایران از موقعیت در عراق و ایران مشابه است، همانطور که شیوه برخورد با معترضان در دو کشور شباهت‌های زیادی داشته. از عراق و لبنان هم گزارش می‌رسد که بعضی تظاهرکنندگان علیه حکومت ایران شعار می‌دهند و حتی با تظاهرکنندگان ایران ابراز همدردی می‌کنند. یکی از اهداف کاخ سفید ترامپ برای خروج از برجام کاهش نقش منطقه‌ای ایران بود. آیا آنچه که این روزها می‌بینیم نشانه است از کاهش هژمونی ایران در منطقه؟ آیا آمریکا به هدفش نزدیک شده؟ سه میهمان داریم: حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی جهان از بن آلمان با ما، قسان آشور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل عراق از بوستون، و اینجا در استودیو عباس ولی، استاد جامعه شناسی سیاسی. خوش آمد میگم به هر سه شما. من میخوام اول نظر شما را آقای ولی بدونم در مورد صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای و شباهتش با اونچه که قبلا در مورد عراق گفته. آیا فکر میکنید که رهبر ایران در واقع یک سیاست رو در کل منطقه میخواد پیش بگیره، سیاست مشت آهنین؟ خب به نظر من موضع اصلی رژیم این هست که یک نوع هجومی هست علیه جمهوری اسلامی و این ابعاد تازه‌ای داره. ابعادش این هستش که نه فقط در داخل ایران بلکه در نقاط اساسی و مناطق اساسی نفوذ ایران که سوریه، عراق و لبنان باشه، سلطه ایران را، نفوذ ایران را، اقتدار ایران را مورد حمله قرار بدن. و این اتفاقی نیست از نظر اونها که بعد عراق، لبنان، بعد عراق و بعدم در داخل ایران هست و خود تظاهر کنندان به نظر میاد به ترتیبی این را درک میکن. من دیروز دیدم یک شعاری در عراق بود که گفته بود که مخاطبش به اصطلاح تظاهر کنندگان در ایران بودن، که گفته بود که شما سر اژدها را هدف قرار دادید و ما دم آن را. توجه میکنید؟ به نظر میاد یک همچین همدردی، ولی اونچه که در واقع پشت سر این هست به نظر من اینه که این یه تاکتیک قدیمی به اصطلاح نخنما و کهنه جمهوری اسلامی هستش که تمام تظاهرات داخلی، نارضایتی های داخلی و بیکفایتی های اساسی رژیم را به عوامل خارجی نسبت بده. متوجهم آقای ولی، اما آیا میشه گفت که به هر حال میدونیم که هدف بعضی از کشورهای خارجی مثلا آمریکا و اسرائیل کاهش نقش ایران در منطقه بوده؟ بله. بذارید نظر آقای حسینی فرد رو در این باره بپرسم. آقای حسینی فرد، کاهش درآمدهای ایران که کاملا واضح هست به خاطر تحریم ها، آیا تأثیری بر نقش این کشور و شیوه فعالیت های این کشور در منطقه داشته یا نه؟ نیست، ولی خب برخی نشانه ها و علائم ما میبینیم. از جمله خب در مورد لبنان این یک چیز شعار یا یک تحریف جاودانه داره که میگن لبنان به دو تا بحران دوچاره، یکی بحران دولت واقعی، یکی هم بحران دولت در دولت که منظورشون حزب الله است. از یاد نبرید که همین چند ماه پیش به اصطلاح رهبر حزب الله صحبت کرد که ما اوضاع مالیمون خوب نیست، باید از هر جا که میشه کمک بکنن به ما، و به نوعی این پیام رو میفرستد که داره به هر صورت این ارتباط هایی که به لحاظ مالی با ایران دارن، اون هم چه به لحاظ تأمین اجتماعی، چه به لحاظ ساخت مسکن، چه به لحاظ تسلیحات،
و آقای نصرالله کتمان نمی‌کنه که تو همه این عرصه‌ها به ایران وابسته است. و چقدر هست تأثیر حزب الله بر اقتصاد لبنان؟ چقدر میشه کم شدن درآمدهای حزب الله رو حالا به دلیل اینکه ایران با کمبود مالی مواجه هست اگر در نظر بگیریم ربط داد به اون چه که در اقتصاد لبنان میگذره و به تبع اون اعتراضات؟ شاید برم نمیگرده مستقیم به اینکه خود حزب الله امکانات مالی و اقتصادی و ایناش توی لبنان سهم داره، بلکه برمیگرده به اینی که به هر صورت حزب الله زیر تحریم آمریکایی است و بسیاری از بانک ها، بسیاری از مؤسسات مالی و اقتصادی هم به نوعی زیر فشارن که با حزب الله کار نکنن. در این حال همین که بسیاری از کشورهای منطقه و آمریکا در رابطه با کمک مالی با دولت لبنان، اینی که صندوق بین المللی پول وارد عمل بشه و کمکاش رو جاری بکنه به طرف لبنان، شرط میذارن و به نوعی این شرط هم که محدود بشه امکانات حزب الله در درون قدرت لبنان، همه اینهاست که تأثیر میذاره و به نوعی مثلا لبنان رو به لحاظ اقتصادی متأثر میکنه از حضور حزب الله در صحنه سیاسی. در عراق چطور آقای آشور؟ آیا میشه گفت در عراق ما میدونیم که به هر حال حضور نیروهای سپاه، همکاری نزدیک با هشت شعبی، تأثیری که شخص آقای سلیمانی و حضور ایران در واقع تحولات سیاسی عراق داره، همواره مورد اعتراض بخشای عمده ای از هم جامعه بدنه سیاسی هم جامعه عراق بوده، اما آیا میشه گفت که مسئله اقتصادی هم تاثیرگذار بوده یا نه؟ به طب مسئله اقتصادی اگر وجود نداشت که اینها هم به خیابون نمیدن. در واقع ما کشورهای دیکتاتوری دیگر رو میبینیم در منطقه که تظاهراتی در اینها انجام نمیشه به خاطر اینکه اینها وضعیت اقتصادی خوبی دارن با وجود اینکه کشورهای دموکراتیک وضعیت اقتصادی ایران هست. آیا وضعیت اقتصادی ایران بر مشکلات اقتصادی عراق تاثیرگذار بوده؟ نه، اصولا مشکلات اقتصادی عراق ربطی به ایران نداره. حالا قاچاق دلار به ایران ادامه داره، منتها این با اینکه به مبلغ بسیار زیادی هستش، اما با وجود این تاثیر مستقیمی یه تاثیر زیادی بر اقتصاد عراق نداره. اقتصاد عراق مشکلش فساد مالی هستش و قیمت‌های پایین نفت. اگر فساد مالی وجود نداشت با همین قیمت‌ها هم با توجه به حجم عراق و توجه به جمعیت عراق اینها میتونستن در واقع زندگی خوبی داشته باشن به طور نسبی، اما با توجه به اینکه فساد مالی بسیار بالایی در عراق وجود داره، فساد اداری رو همون اضافه بکنیم و مشکلات سیاسی رو، این باعث میشه که عراق در واقع یک کشور غیر قابل کنترل باشه از نظر مرکزی. برای این فساد مالی آقای آشور، آیا ایران نقشی در این فساد اقتصادی داره یا نه؟ بالطبع حمایت ایران از این اشخاصی که ظرف 15 سال گذشته در قدرت بودن باعث شده که اینها بمونن. می‌بینیم هر مقداری که در واقع هر مدتی که اینها بیشتر بمونن فساد مالی و اداری اینها افزایش پیدا خواهد کرد. در واقع این که عراقی‌ها نمیتونن رهبران احزاب رو و رهبران دولت رو عوض بکنن، این یکی از دلایل اصلی هستش که فساد ادامه پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه. اگر نظام دموکراتیک عراق که به طور نسبی برای خاورمیانه دموکراتیک محسوب میشه، اگر همون رو اجازه میدادن به طور درست عمل بکنه و این اشخاص رو هر 4 سال عوض بکنه، فساد مالی موجود بسیار کمتر میشد، فساد اداری هم کمتر میشد. اما با توجه به حمایت کشورهای خارجی در رأس اونها البته ایران از کسانی که در رأس قدرت هستند، باعث شده که همین افراد حداقل برای 15 سال گذشته در قدرت بمونن. در مورد شمال عراق می‌بینیم که اینها بیشتر از 30 سال هستش که همون افراد یا فرزندانشون یا خانواده‌هاشون در قدرت هستند و این باعث شده که فساد در واقع نه تنها منتشر بشه بلکه دائمی هم بشه در این خانواده‌های سیاسی عراق. و اگر بخوایم درست در واقع نقطه اصلی رو پیدا بکنیم، اعتراض معترضان در عراق وقتی که علیه ایران شعار میدن دقیقاً به چیه؟ و اینها در واقع فکر میکنن که احزاب سیاسی موجود، دولت مردان موجود رو ایران آورده. در واقع اگر اینها فاسد نبودن احتمالاً مهم نبود چه کسی اینها رو به قدرت آورده، حداقل برای شیعیان، و الان اکثریت تظاهرات در منطقه شیعه در انجام میشه. برای این مشکل اینجا هستش که این فاسدان در قدرت هستن به دلیل حمایت ایران. این چیزی هستش که در واقع در خیابان‌های عراق گفته میشه و دیده میشه که اگر اینها فاسد هستن به دلیل این هستش که ایران از اینها حمایت میکنه.
اگر اینها فاسد نبودن و ایران از اینها حمایت می‌کرد، احتمالاً نامی از ایران برده نمی‌شد یا به این اندازه از اینها صحبت نمی‌شد. اما با توجه به اینکه فساد مالی همزمان شده با حمایت کامل ایران از اینها، به نوع اینها وابستگیشون به ایران واضح هست. خود بعضی از اینها افتخار میکنن که وابسته به ایران هستن و در تلویزیون رسمی اعلام میکنن که ما جنگجوی در واقع رزمنده رهبری در ایران هستیم. برای این خود اینها خودشون در واقع خودشون ربط دادن به ایران، در عین حال این فاسد هستن. مردم به این نتیجه رسیدن که رهبران فاسد ما بدون حمایت ایران احتمالاً در قدرت باقی نخواهند بود. اگر اینها امروز بر اثر تظاهرات کنار برن، احتمالاً شعارها علیه ایران هم تمام خواهد شد. این هلال شیعی که مدت هاست در موردش میشنویم، به خصوص ظرف سالهای گذشته، چقدر قابل دوام هست در شرایطی که الان داریم میبینیم در منطقه؟ آیا اساساً اعتراض در کشورها ممکن هست منجر بشه به کاهش نقش ایران در اون کشورها؟ بدون تردید میتونه، بستگی داره که این اعتراضات چقدر مؤثر باشه، چقدر اهداف خودشو به دست بیاره. به نظر من یعنی ساقط شدن نفوذ جمهوری اسلامی در جنوب لبنان، در لبنان به طور کلی و جنوب لبنان به اخص، در سوریه و در عراق تاثیر بسیار عمده ای روی سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی خواهد گذاشت و همچنین برعکس. به نظر من موفقیت این جنبشی که در ایران هست، حتی موفقیت نسبی اون، با توجه به وضع اقتصادی که در ایران وجود داره، بدون تردید تاثیر بسیار زیادی روی توانایی‌های برون‌مرزی ایران و پشتیبانی مالی و لوجستیک از سیاست‌هایی که در عراق و در لبنان اجرا می‌کنه خواهد داشت. من یک مسئله هم در اینجا اضافه بکنم که این در عراق مشکلی که برای ایران الان پیش اومده اینه که یکی از مشکلات اساسی، البته این دوست ما به درستی به بسیار چیزای اشاره کرد، یکی هم اینه که این تظاهرات و این اعتراضاتی که ادامه داشته تا به حال، این یعنی یک نوع همگرایی نسبی زمینی به واسه همگرایی زمینی که بین سیاست ایران و آمریکا در اونجا وجود داشت و سبب شد که مثلا حکومت آقای مالکی و بعد از اون حکومت آقای اینا باشن اونا ادامه پیدا بکنن. این همگرایی الان فشاری که به روی یعنی آمریکا در اونجا وارد شده، این همگرایی زمینی به نظر من متلاشی شده و آمریکا به نظر من در دنبال این هست که یک جهتگیری تازه در اونجا بکنه. از طرفی می‌بینیم در سوریه هم مؤتلف اساسی ایران که آقای پوتین باشه، به طور فعال داره نفوذ ایران رو کمتر و کمتر میکنه که میخواد یک موازنه ای در مقابل آمریکا در رابطهش با اسرائیل ایجاد بکنه. بنابراین تمام این مشخصات اینو میرسونه که تمام این میرسونه که یعنی ایران در الان در وضع به اصطلاح قوی در منطقه وجود در منطقه نیست و کل اساساً به نظر من اون چه که بسیار تعیین کننده خواهد بود وضع داخلی ایران و تداوم این وضع است. و در اینجا یک چیزی را من میخوام اشاره بکنم که تا حد زیادی اون چه هم که باعث تداوم این وضع شده به نظر من ابهامات بسیار اساسی بوده که در سیاست آمریکا وجود داشته. همین امروز ما اینا دیدیم که از آقای پومپئو مثلا میگه، آقای پومپئو میگه که ایران باید تصمیم بگیره بین فرستادن سلاح به سوریه و وضع داخلی اقتصادی. این به نظر میاد که این عملا نشون میده که استراتژی آمریکا و اینه که حرفش در مورد تحریم ها و یعنی کشیدن ایران به پای میز مذاکره این هستش، یعنی مسئله براندازی رژیم ایران نیست. بله، البته آمریکا دست کم اون چه که به طور رسمی دست کم سفید اعلام کرده همواره این بوده که قصدش بر کناری رژیم نیست. ولی آقای حسینی فر، نظر شما چی راجع به همین صحبت ها و اینکه آیا فکر میکنید که
اونطور که گفته شد در صحبت‌های آقای ولی هم بود، اگر ایران دچار مشکلات داخلی بشه آیا این هژمونی خارجیش رو تحت تاثیر قرار میده؟ و برعکس اگر هژمونی خارجی در واقع اونچه که در منطقه داره کاهش پیدا بکنه، نتونه اون نقشی که به هر حال ظرف 10 سال اخیر در منطقه برای خودش تعریف کرده رو ادامه بده، قدرت حکومت در داخل ایران هم کمتر میشه؟ من یه اشاره بکنم اول در ادامه اون صحبت آقای آشور راجع به عراق، این که مثلا حساب این سیاست مدارا و حکومتشون با ایران که عمده شده، این یه جنبه قضیه است. جنبه ایش این که ایران یه مقدار احساسات یا بسیار این حساسیت های ملی و قومی رو در نظر نمیگیرن. مقامات ایران اینی که فرض کنید آقای ولایتی همین قبل از انتخابات ماه پشت سال گذشته میده بغداد و اونجا میده که ما اجازه انتخابی باید این کشور لیبرال ها و سکولار ها بودن کمونیست ها بودن. آقای حسینی فرد صداتون فکر میکنم که یک مشکلی داره، اجازه بدید من ببینم همکارانم میتونن این مشکل رو برطرف بکنن تا ما بتونیم به شما برگردیم. اجازه بدید من سوال بعدی رو از آقای آشور بپرسم تا همکاران من ببینن که آیا امکان برطرف کردن این مشکل هست یا نه. آقای آشور، اشاره شد به اینکه به هر حال در عراق مسئله ایران این هستش که بسیاری در عراق فکر میکنن که در جزئیات سیاست عراق ایران نقش داشته و همینطور از سیاستمدارانی که فاسد هستند هم به نوعی حمایت کرده. اما آیا شما می‌بینید که در آینده نزدیک با توجه به وضعیتی که در منطقه شاهدش هستیم نقش ایران در عراق کمتر بشه یا نه؟ بله، حتی بدون توجه به نتیجه تظاهرات عراق در واقع نقش در ایران در عراق کاهش پیدا کرده. در واقع سیاستمدارانی که در عراق به ایران نزدیک هستن، اکثریت اینها نیاز اینها به ایران باعث شده که در کنار ایران قرار بگیرن. اگر اینها ببینن که بدون ایران میتونن دوام بیارن در عراق یا اینکه حضورشون در کنار ایران به ضرر اینها تموم میشه، احتمالاً بسیاری از اینها از ایران دور خواهد شد. در این مقطع زود هست برای اینها تصمیم بگیرن. این گونه مسائل معمولاً چندین ماه حداقل طول میکشه، اگر نه چندین سال تو واضح دیده بشه. اما به نظر من حتی بعد از همین تظاهرات دو ماه گذشته هم در همین مرحله هم الان بسیاری از سیاستمداران نزدیک به ایران دارن در واقع دوباره فکر میکنن که خودشون رو حداقل تا مقداری از ایران دور بکنن و به مردم عراق نشون بدن که به نوعی مستقل هستن. برای این نفوذ ایران حتی در صورت شکست تظاهرات فعلی هم در عراق کم شده. همین مسئله رو میتونیم در بقیه کشورهای تحت نفوذ ایران در منطقه هم ببینیم که در تمام این مناطق بعد از اینکه اعتراضاتی میشه یا اینکه کشورهای دیگه دخالت میکنن، نفوذ ایران در واقع یا کم میشه یا در همون حد در واقع از پیشرفتش جلوگیری میکنن. اگر در عراق تظاهرات شکست کامل میخورد، یعنی اینها سرکوب میشدن اونطوری که در ایران اتفاق افتاد، این در عراق امکان‌پذیر نیست. خاصی که دو حکومت عراق حکومت هرمی نیست، به نوعی شبه دموکراسی وجود داره. ولی اگر اون اتفاق میافتاد احتمالاً نفوذ ایران حتی افزایش هم پیدا میکرد. اما با توجه به ساختار سیستم سیاسی در عراق امکان سرکوب کامل اینها وجود نداره. در نتیجه هر در واقع بعد از اتمام این تظاهرات احتمال زیاد نفوذ ایران کم شده و ایران باید دوباره کار بکنه که نفوذ خودش رو به دست بیاره. متشکرم از شما آقای حسینی فرد، امیدوارم که صداتون مشکلش برطرف شده باشه. خواهش میکنم صحبتتون ادامه بدید. سوال من در مورد این بود که آیا کاهش هژمونی منطقه‌ای ایران میتونه تأثیر بذاره بر قدرت و نفوذ حکومت در داخل کشور؟ متاسفانه خیلی واضح نیست ولی ما سعی میکنیم بشنویم بفهمه. مثلا صحبت محوری این بود که هم در لبنان هم در عراق ایران به دو تا چیز متکی بوده. یکی مسئله شمار جمعیت شیعه که در این دو کشور هستن، اینها خودش رو در صندوق‌های رأی نشون میداده و سهمی که میتونستن اینها در قدرت بگیرن، به خصوص که هر قانون اساسی هر دو کشور یک مبنای طائفی و قومی داره و این به سود ایران بوده. یعنی یکی از چیزهایی که الان شدت ایران مخالفشه اینه که این
تغییر پیدا بکنه، این قانون اساسی، و شهروند عراقی بشه مبنا و رأیش فارغ از تعلقات قومی و مذهبیش. به خاطر همین هم می‌بینیم که ایران هم در لبنان هم در عراق راجع به این تغییرات بسیار حساسه. و مسئله اعمال قدرت دیگه ایران، محور دیگه‌اش و اهرم دیگه‌اش، سلاحی بوده که در دست باز همین شیعیان بوده، یعنی در درون لبنان حزب الله با سلاحایی که داشته، اینه که حتی ارتش رو هم گذاشته در حاشیه و داره نقش بازی میکنه در ساختار سیاسی. اونجایی هم که حرفش رو نمیکنن، حتی این سلاح رو به کار میگیره، بخشی از بیروت رو به تصرف خودش در میاره. در درون عراق هم به خصوص از بعد از جریان داعش و قدرتگیری نیروهای مثل هشت شهری، بیش از پیش نیروهای هوادار ایران هم که به سلاح هم متکی شدن، به قدرت سلاح‌های خودشون. از این جهتش ما می‌بینیم که یک کشمکش و بازی سخت و فشرده‌ای بین واشنگتن و تهران در این دو کشور جریان داره، در همین چارچوب همین بحرانی که هست دو تا کشور، اونم به این معنا که هم راجع به تغییر قانون اساسی و قانون انتخابات داره بحثای گسترده‌ای میشه. الان فرض کنید آقای حریری نمیاد پای تشکیل دولت، داره شرط میذاره. شرطش اینه که من میخوام دولت تکنوکرات تشکیل بدم. حزب الله و ایران میگن باید شما دولت تکنوکرات سیاسی تشکیل بدید، یعنی نمیتونید خودتون رو از احزابی که ما باشیم جدا بکنید. در از اون برم راجع به اینه که این نیروهای مسلح، یعنی حزب الله و هشت شهری، از عرصه نظامی کنار برن، انحصار قدرت برگرده به درون ارتش و ارتش‌های این کشورها باشن که محوریت نظامی پیدا کنند، از این طریق هم قدرت نظامی ایران توی مناطق کم بشه، این هم به اصطلاح داره به نوعی توی این معادلات سیاسی و کشاکش سیاسی داره نقش بازی میکنه. به نظر میاد که ایران تو هر دو عرصه به نوعی داره میره که یواش یواش برخی امتیازها رو بده و عقب نشینی‌های رو انجام بده. وقت کمه، ولی من میخوام این سوال رو حتما بپرسم. ما میدونیم که به هر حال در شعارهایی که در خیابانهای ایران میشنویم همواره این دوگانگی که چرا در واقع سهم ملت ایران داره خرج کشورهای دیگه میشه رو میشنویم. ولی اگر بخوایم آقای حسین فارغ از این بحث نگاه بکنیم، آیا برای منافع ملی ایران آنچه که حکومت جمهوری اسلامی ظرف این مدت انجام داده در دراز مدت به نفع ایران هست یا نه؟ اینکه هژمونی شیعه یا هژمونی منطقه‌ای ایران رو به هر حال گسترش داده بود. ایران نیاز داره به هر صورت نفوذ خودش در منطقه داشته باشه. هر کشوری باید در مناطق اطرافش نفوذ داشته باشه، به خصوص که ایران به لحاظ تمدنی هم امکانات بالقوه بسیاری داره که تو مناطق اطرافش بازی بکنه، نفوذ خودش رو اعمال بکنه. مشکل جمهوری اسلامی اینه که این نفوذ رو اول یه مقدار مذهبی و قومی کرده، دوم اینکه جنبه سلبی داده بهش، نه به این اعتبار که اونو در خدمت تامین منافع ملی ایران، گسترش اقتصاد و پیوندهای اقتصادی و اینکه اقتصاد ایران داره توی این کشورها نقش بازی بکنه به کار بگیره، بلعکس داره بسیاری از هزینه‌های مناطق رو تعمیر میکنه. و جنبه سلبیش هم اینه که عمدتاً میگه که من میخوام برم با این امکاناتم زیر گوش دشمن صهیونیستی حضور داشته باشم، آمریکا رو محدود بکنم، کشورهای مرتجع منطقه رو به اصطلاح مهار بکنم. بله. در خدمت منافع ملی نیست، جنبه سلبی داره. و با یک همچین شعارهایی شما حساسیت ایجاد میکنی، به خصوص که قدرت موشکیت هم دائم بخوای به نمایش بذاری، دنبال سلاح اتمی هم باشی، شعار نابودی یک کشور دیگه هم بدی، و همه این دلایل این هژمونی که داره درست میشه به نوعی حساسیت برانگیز شده، به نوعی پاشنه آشیل ایران و جنبه منفی پیدا کرد. بذارید در آخرین سوال آقای ولی از شما بپرسم که اونچه که الان در منطقه میبینیم، اگه کوتاه بگید، برای در واقع رقبای منطقه‌ای ایران چقدر خوشایند هست؟ این اعتراضاتی که حالا میشنویم در شعار هم علیه ایران داده میشه، واقعا عربستان میتونه دل ببنده به اونها؟ به نظر من عربستان به علت وضعی که با ایران داره، یعنی این اختلاف منافع بسیار شدیدی که در منطقه با این، از هر عملی، هر واقعی، هر فراگردی که باعث تضعیف ایران بشه خب استقبال خواهد کرد، ولی اونا هم معتقد هستن که نتیجه اون چی که در عراق و در، به نظر من باید منتقد باشن که در سوریه، در عراق و یا در لبنان میگذره قطعی نیست. و بازیگرایی که اونجا هستن اونا منافعی دارن، هر آن ممکنه این منافع عوض بشه.
در ادامه حرفایشون باید بگم خب این مسلمه که مرزهای به اصطلاح واقعی یک کشور مرزهای جغرافیاییش نیست، مرزهایی هستش که در ارتباط با منافع ملیش تعیین میشه، ولی منافع ملی ایران را در شرایط فعلی بسیار ملاحظات ایدئولوژیک تعیین میکنه، نه محاسبات دقیق استراتژیک. و این ملاحظات ایدئولوژیک همواره ایران را به تصادم با قدرت‌های دیگه خواهد کشاند و اونا از هر نوع واقعی و هر نوع روندی، هر نوع به اصطلاح تظاهرات، هر نوع جنبشی که باعث بشه که نیروها و وضع ایران در منطقه تضعیف بشه و در داخل بپردازه یعنی مجبور بشه برگرده داخل مرزهای خودش استقبال خواهند کرد. متشکرم از شما آقای ولی، آقای حسین فر و آقای آشور، متشکرم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که بیننده این صفحه دوی ویژه بودید و میتونید فردا هم صفحه دوی آخر هفته رو تماشا بکنید در ساعت معمولش، ساعت 6:30 به وقت لندن، 10 شب تهران. ممنون که همراه ما هستید.